این بلند دیپلومات دیپلمات ایرانی در افغانستان افزون بر رد دعوت نمایندگان از طالبان در سیومین نشست وحدت اسلامی در تهران تاکید می ورزد که روابط تهران کابل روابط دولت با دولت است. پیش از این اما شبکه خبری العربیه به نقل از خبرگزاری مهر ایران گزارشی را پخش کرد که در آن از قول محسن عراقی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ایران گفته شده است که برخی از چهره های میانه طالبان برای شرکت در این نشست دعوت شدند. اشاره کردن سال گذشته از جریانات معتدل طالبان که البته منظور ایشون از طالبان رهبر جمعیت علمای اسلامی پاکستان بود و نام هم بردن از مولوی صمیع حق و هیچ اشاره ای هم در صحبتشون در مصاحبه مطبوعاتی که داشتن به طالبان افغانستان اساسا نداشتن با این هم سفیر ایران در کابل میپذیرد که تهران با طالبان تماس دارد وی چگونگی تماس با طالبان را این گونه فشرده می سازد. ما در تماس با طالبان هدفگیری و جهتگیری اولیه کنترل و اشراف اطلاعاتی دو ما ظرفیتی رو تولید کردیم که این ظرفیت رو در اختی... آمادگی داریم در اختیار دولت افغانستان قرار بدیم سه در سطوح امنیتی مذاکرات لازم بین دو طرف در حال انجامه و من امیدوارم به نتایج مثبتی برسیم و اما در خبرگزاری مهر ایران از قول محسن عراقی چونین نگاشته شده است طالبان یک جریان است که طیف افراطی و غیر افراطی دارد با یک سری از شخصیت های این طیف میتوان ارتباط برقرار کرد تلاش ما هم این است که با هر کسی که درباره وحدت حرف دارد ارتباط برقرار کنیم طالبا زمانی که از پاکستان تمام توقعشون قطع شد جهان تحضیرات بالای پاکستان وارد کرد بخش دیگه برنامه را گرفتن چون پلان و برنامه داشتن با ایران رابطه محکم کردن مگر شک نیست که ضعف سیاست خارجی حکومت است سفیر ایران در کابل میگوید که کشورش آماده است کابل را در پیشبرد گفتگوهای صلح کمک نماید اما روند صلح باید بر رهبری و مالکیت افغانستان باشد